در اینجا بیش از 8000 طلب کنکور در ولایت غزنی آماده اند که آزمون کنکور را سپری کنند. ظاهرا دیده می شود که چگونگی برگزاری این آزمون با تفاوت‌های نسبت به سال‌های گذشته برگزار شده است. تطبیق روند بایومتریک و جلوگیری از ورود وسایل برقی به ویژه تلفن همراه در جریان آزمون کنکور از تفاوت‌های این آزمون است. هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی که برای بررسی عقض آزمون کنکور به این ولایت آمده اند اطمینان می دهند که با بکارگیری این روند آزمون امسال با معیارهای جهانی برگزار خواهد شد. تا فعلا هیچ نوع مشکلی را ما احساس نمی کنیم. انشاءالله که امتحان با همون معیارهایی که خود شخص رئیس جمهوری را مدیریت می کنه هدایت داده مطابق از همون برگزار می شه. در همین حال فرمانده پلیس غزنی اطمینان می دهد که نیروهای امنیتی امنیت تمام بخش های این ساحه را تامین کرده اند و هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد. یک تعدادی از استادان ما تا پکتیکا هم رساندیم بسیار با امنیت. از کابل هم که تشریف آوردن ما مسایی مشترکه داشتیم بخاطر تامین امنیت زیاد و در اینجا هم ما تمام تدابیر لازم گرفتیم. از سوی هم شماره از داوطلبان کنکور از روند برگزاری این آزمون رضایت دارند. سالای همین دو سال یک سال دو سال قبل هم جو شفاف برگزار شده. این سال هم تازه بایومتریک شروع شده. از این دم شفاف تر. چون شرایط افغانستان سخته بچه همه اروپا رفته با استعداد دختر از سال جغری زیاد هم. آزمون کنکور در ولایت غزنی در حالی برگزار می شود که شماره از داوطلبان کنکور نسبت به سالهای پیش به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. رئیس معارف ولایت غزنی دلیل کاهش متقاضیان کنکور را مهاجرت دانش آموزان به کشورهای اروپایی و تطبیق برنامه بایومتریک در این روند می داند.